کوچه های قدیمی رشت کودکی را به یاد دارند که با شوق و اشتیاق می دوید و به سمت قهوه خانه کوچکی می رفت که عطر چای فضایش را پر کرده بود، تا دل به نغمات و عصبات جادویی بدهد که از رادیوی لامپی روی تاقچه پخش می شد و وجودش را سرشار از عشق می کرد. ضربان قلبش هنوز تند بود و با شرم و اشتیاق به مردانی نگاه می کرد که دور تا دور قهوه خانه نشسته بودند و مشغول گپ و گفت بودند. کودکی 12 ساله که برای شنیدن کلام و موسیقی از مدرسه فرار کرده بود و حالا با شنیدن زخمه های تار و سوز ویالون گویی آرام و قرار گرفته بود. عاشق صدای منوچهر همایون پور بود، ولی هیچ کدام از آدم های آن قهوه خانه نمی دانستند که به زودی شاهد هنرنمایی این کودک کنجکاو و با ذوق در شهر خودشان خواهند بود و در آیندهی نزدیک صدای همین کودک از رادیوی تیپ ارتش شهر رشت پخش خواهد شد. خدایا برملا شد، برملا رمز نهانه، مران محل مران ای کاروان، آهسته تر رو که من دل خسته‌ای با ماندن این کاروانه. نادر گلچین در سال 1315 در شهر رشت به دنیا آمد. جان بیقرارش او را به سمت شعر و کلام و موسیقی کشاند. کار خوانندگی را از همان سنین پایین آغاز کرد. صدای خاص او فقط در موسیقی مورد توجه نبود، بلکه اهالی نمایش هم شیفته سوز پنهانی صدای پخته اش شدند. از 15 سالگی کارش را در تئاتر شروع کرد، به خصوص نمایش نامه هایی که در آن موسیقی نقشی اساسی داشت. در یکی از نقش ها نقش ابراهیم موسلی، موسیقیدان دوران هارون الرشید را بازی کرد و مورد توجه اهالی هنر قرار گرفت. حضور تئاتریش را مدیون یک نوازنده قرنه به نام نادر دلجو بود. روزها می گذشت و نادر گلچین مراحل رشد و ترقی را طی می کرد. باغ‌های قدیمی رشت فقط منزلگاه بلبلان و پرندگان خوشالحان نبود، بلکه به خاطر نبود سالن‌های تمرین آواز، گلچین و دیگران به این باغ‌ها پناه می‌بردند و آواز سر می‌دادند. باغ محتشم، باغ گنجینه و باغ سالار مشکات چه خاطره‌ها که از این صداها ندارند. از نوک مزدانی زنی تیرم کن، تیرم کن، تیرم کن، غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن، از نوک مژگانی زنی تیرم کن، تیرم کن، تیرم کن، غم عشقت مرا از پا افکن، پا افکن، پا افکن. نادر موسیقی گیلان به فضایی بزرگتر نیاز داشت و به مخاطبان بیشتری به وسعت سرزمین پهناور ایران. به موسیقی فولکلور بی تفاوت نبود، ولی با وجود بزرگانی چون آشورپور و شمس و جفرودی و دیگران رسالتش را جای دیگری می دید، چرا که این بزرگان تواناتر از او بودند و کارها کرده بودند. پس با دعوت ناصر وحدت، بازیگر سینما، به تهران رفت و وارد اداره هنرهای زیبا شد. به محض ورود به هنرهای زیبا توانست در تلویزیون برنامه اجرا کند و بعدتر به گروه فرامرز پایور یا
در رادیو پیوست و تصنیف مرغ سحر را در رادیو اجرا کرد. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن. برای او شعر و کلام پیش از موسیقی اهمیت دارد و وابستگی بی حد و حصرش به ادبیات فارسی باعث شد فقط در ایران زندگی کند. با اینکه بسیاری از کشورها را دیده بود، ولی عشق به این آب و خاک او را در اینجا نگاه داشت، هرچند که بی مهری ایام و روزگار خود را نیز چشید. ولی کلام حافظ و صاحب و مولوی و دیگر بزرگان شعر و ادب فارسی و عشق به مردم توان ماندن را به او داد. نادر گلچین با بزرگان زیادی کار کرد و افتخار آفرید، بزرگانی که هر کدام جایگاه ویژه‌ای دارند و هر کدام مکمل هم در اجراهای گوناگون بودند. علی اصغر بهاری، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک، پرویز یاحقی، منصور نریمان، حبیب الله بدیعی، فریدون شهبازیان، حسین تهرانی، همایون خرم، عماد رام، مهدی خالدی، فرهاد فخرالدینی و دیگرانی که هر کدام سهمی در آفریدن نغمات جاودانه ترانه ها و آوازهایی چون یوسف گمگشته، مرغ سحر، ناوک مژگان، قصه شهر عشق و بیش از 300 اجرای نادر گلچین را داشتند. خواننده‌ای که در جان و یاد بسیاری از مردم ایران جایی جاودانه دارد و از یادها نمی رود.